خب این اتاق زیبا در طبقه دوم قرار داره و اینجا اتاق کار سردار هستش. در قسمتی حالا عکس‌های متعلق به مرتضی گلی خان، اقبال السلطنه ماکو، تصویر بزرگش هست. اون قسمت تیمور تیموری یا همون تیمور پاشا پدر سردار ماکو هستش و اینم عزت الله خان خواهرزاده سردار هستش که اینم در یک قسمتی از شهر ماکو کاخ داشت که متاسفانه تبدیل به آوار شد. و اینجا یک عکس دیگه از سردار رو مشاهده می‌کنید. این تمامی ابزاری که اینجا میز کار اینا رو که مشاهده می‌کنید همه‌شون متعلق به حالا سردار ماکو هستش که همینجوری بکر موندن و خیلی جالب هستن با حالا طراحی و شکل خاص. اینجا هم عکس آناله خانم همسر سردار هستش که همون سبک خانم‌های قاجاری که کاملا مشخصه و مشاهده می‌کنید. خب دوستان، قسمت طبقه بالایی اسلام مجموعه کاخ موزه باغچه جوق هستیم. در همین اسلام قسمت ابتدای تالار تشریفات ما یه قسمت خیلی کوچیک داریم به نام اتاق شاهنشین که بنا به روایتی که میشد سردار با مهموناش به خصوص مواقع عصر در این قسمت مجموعه میشستن و استفاده میکردن. یکی از تفاوت‌هایی که این مجموعه با نمونه مشابه سایر ساختمان دوره قاجار در سایر شهرهای کشور ما از قبیل اصفهان، تهران و شیراز داره استفاده از کاغذ دیواری در این مجموعه هستش با قدمت حدود 140 سال پیش و هر کدوم از اتاقها و مجموعه ها کاغذ دیواری منحصر به فرد خاص خودشو داره. یکی دیگه از اجناسی که اصلا میخوام واسهتون توضیح بدم، سیستم روشنایی اینجا از طریق شمع و چراغ نفتی بود. قسمت بالا سر ما یه چراغ نفتی خیلی خوشگل میبینید، متعلق به میتونیم بگیم ساخت روسی است و این چراغ نفتی به شکل خیلی خاصی تعبیه شده. یکی از معضلات چراغ نفتی ها این که بعد از اینکه نفتشون تموم میشه فتیله‌شون میسوزه، اما این چراغ نفتی به صورت خیلی خاصی طراحی شده، به شناور داره و مدت زمان سوخت نفت این چراغ حدود 3 ساعت است. موقعی که سلان چراغ نفتی نفتش تموم میشه یه وزنه بالا سرش هست و به صورت اتوماتیک وار میاد بالای حبابو میگیره و موجب خاموش شدن اتوماتیک این چراغ نفتی میشه که یکی از نفیس‌ترین اشیای مجمع است. اما ما در این قسمت وارد میشیم به اتاق تشریفات. ما در فرهنگ ایرانی بهترین مکان رو واسه مهمونامون اختصاص میدیم و به نام اتاق مهمان سلام میشناسیم و مطمئنم همه دوستان این قضیه رو باش کاملا آشنا هستن و در این اتاق تشریفات، تالار تشریفات، همه هنرهای معماری و زیبایی به کار برده شده. از پوشیده شدن دیوارها با پارچه که دلیلش جلوگیری از پخش صدا و حالت اکوستیک درست کردن این مجموعه جهت جلوگیری از پخش صدا هستش. ما در قسمت پشت سر بنده یه دیوار با پنجره چوبی و شیشه های رنگی میبینیم. حالت سیستم دو جداره داره. شیشه های سمت بیرون ساده هستن اما داخل شیشه های رنگی. دلیل استفاده از شیشه های رنگی در ساختمان های دوره قاجار اینه که علاوه بر زیبایی خاصی که به مجموعه میده موجب به نوعی دفع حشرات میشه. با ما به این شیشه های دافع حشرات هم میبینیم. موقعی که نور از شیشه های رنگی آبی رنگ، سبز و قرمز رد میشه موجب اذیت چشم حشرات میشه و اونا رو فراری میده. واسه همین در این مجموعه ما در طول سال داخل هیچ وقت هیچ گونه حشره و موجود موزی نمیبینیم. اما قسمت بالای مجموعه مزین شده به 9 تا گل طبیعی. امروزه واسه نگهداری طولانی مدت اشیا
به نوعی به اصطلاحا میگویم وکیوم میکنن و از اکسیژن خارج میکنن تا مواد غذایی هر چیزی عمر طولانی تری داشته باشه. اما یکی از نقاط جالب این تالار استفاده از 9 تا گل طبیعی هستش که در جای جای این اتاق به کار برده شه و سیستمی که موجب وکیوم کردن این کتیبه ها شدن خیلی جالبه، استفاده از سوسک برای خارج کردن اکسیژن مابقی که موجب شده اکسیژن دیگه موجود نباشه و اون خلأ ایجاد بشه و این گل ها کاملا با حدود 140 سال کاملا سالم مونده. تمام اشیایی که تو این تالار میبینید خیلی ظریف هستن. واسه خیلی از گردشگرها سواله که چرا این مبلمان اینقدر کوچیکه، اینا حالت پیشکش و کادو برای سردار و همسر سردار آورده شده که بیشتر جنبه دکوری داشتن تا کاربردی و ساخته فرانسه هستن. ما اینجا یک آینه منحصر به فرد رو داریم، آینه که برابر کتیبه به سبک به زبان چینی که در قسمت پایینی این آینه درج شده، متشکل از چوب بامبو و وسط کاشیکاری و آینه یک دست و نقاشی های گل و بوته‌ای که در حاشیه این نقاشی کشیده شده مربوط به هنر نقاشی مشرق زمین هستش. من یه توضیح خیلی کوچیک بدم، فرهنگ مشرق زمین در از قبیل بخصوص هنر مشرق زمین بیشتر از محیط زیست الهام میگیره، ولی کشورهای اروپایی و مغرب زمین از تن و بدن انسان. ما هر جا نقاشی ها و اشیاء میبینیم که با نقاشی های اصطلاح گل و بوته و اینجور چیزا نقاشی شده مربوط به اصطلاح مشرق زمین کشور خودمون و کشور جنوب شرق آسیایی هستش، اما در هر کجای این مجموعه چه نمای بیرونی و چه نمای داخلی ما اگه مشاهده کنیم از تن و بدن انسان الهام گرفته شده، بدونید که از معماری اسلام فرنگی استفاده شده. این مجموعه یکی از تفاوتهایی که با سایر مجموعه دوره قاجار داره، ما میتونیم بگیم تلفیقی از معماری ایرانی و معماری فرنگی هستش. اینجا اتاق همسر سردار همون آنالی خانم هستش که حالا به اتاق صورتی هم معروفه که نشیمنگاه های کاملا خاص و فوق‌العاده با حالا دوخت و دوزی که روشون انجام شده و خیلی زیبا هستن و یه پنجره هم داره که رو به حیات هستش. در بالا تصویرش هم موجوده که مشاهده میکن. خب اینجا تالار آینه رو مشاهده میکنید که از سقف تا پایین کلن آینه کاری شده هستش که حالا در بخش‌های بعدی در ویدیوهای بعدی حتما اگه کامل شد مرمتش تموم شد اینجا رو کامل توضیح خواهیم داد که الان مشاهده می‌کنید حالا بهش داربست زدن و دارن مرمتش می‌کنن. خب در قسمت پایانی اتاق خواب سردار هستش که حالا کاملاً به صورت زیبا طراحی شده که این طرف بالکن داره، این طرف حالا به هر طرف باز میشه، خیلی جالبه و اینجا تخت و حالا این خوشخوابی که به حساب استفاده شده، داخل این یک نوع گیاه هستش که با لمس دست هم حالا اینو میتونیم بفهمیم که چه شکلی هستش که حدود چندین ساله که از اون زمان تا به حال هنوز خراب نشده و قابل استفاده هستش. در نوع خودش جالبه. حالا اسم گیاه چیه؟ دقیقاً این نکته که محل ورود و خروج طبقه دوم هستش، اینجا دو تا مجسمه زیبا و یک جاشمعی هست که مشاهده می‌کنید. خب حالا طبق اطلاعاتی که من از دوستمون گرفتم اینا به خاطر اینه که اینا اینجا مهمونای از خارج از کشور، مهمانانی مسیحی تشریف می آوردن که به خاطر حرمت و ارزشی که به اونا قائل بوده
این کار رو انجام داده که حالا یه جای عبادت هم باشه که مثلا جای شمع گذاشتم و به حساب این مجسمه ها رو اینجا قرار داد. ما یکی از قسمت‌هایی که واسه دوستمون آقای پیلی خیلی جالب بود و از بنده خواستن که توضیحشون خدمت شما دوستان عرض کنم، این درب ورودی مجموعه کاخ موزه باغچه جوخ است و به کار بردن دو تا چهره در در. درب اصلی که اصلاً در قسمت در مقابلش الان وایستادم، یک چهره خندان ما می‌بینیم که نشان دهنده این هستش که موقعی که میهمان وارد میشه و نشان اصلاً ابراز خوشحالی است از این که شما به عنوان میهمان وارد مجموعه میشید. اما این ور در ما یک چهره ناراحت داریم و اینکه ایشون این چهره ناراحت هستش و بغض کرده به دلیل اینکه شما میهمان از مجموعه خارج میشید و مربوط به فرهنگ میزبانی این خطه کشور عزیزمون ایران هست. در این مجموعه دوستان زیادی زحمت میکشن از حفاظت و راهنمایی گردشگران که اینجا دوستان عزیزمون هستن که معرف حضورتون هستن. استاد نصرالله ساده، مهندس برکاتی و آقای رحیمی عزیز. حرفی، حدیثی، هر چی بود، حالا. حالا، بسم الله الرحمن الرحیم. ما کارمندان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مجموعه کاخ سردار ماکو همیشه میزبان تمامی گردشگران از ایران و خارج کشورهای خارجی هستیم. در این مجموعه تاریخ ما، تاریخ باستان ما، مجموعه بناهای ما، بناهای تاریخی ما، هویت ملی ما هستند. خواهشاً وقتی به مکانی، بنای تاریخی، محوطه تاریخی قدم می‌گذاریم، به هویت ملی خود ارزش قائل بشیم، ارزش بگذاریم، سعی کنیم میراث فرهنگی کشور خودمون رو حفظ کنیم. بسم الله. خیلی ممنونم.